ما دو کشور برخلاف یک در که مهمترین هنرشان خراب کردن و پیام ویرانی فرستادن است، مسئولیت دشوار آباد کردن را به دوش گرفتند. همکاری ما در همه بخش‌ها در افغانستان گسترش خواهد یافت. مشارکت ما باعث بهبودی تمام طبقه‌های جامعه افغانستان خواهد شد. با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. بنده سلمه پس از 40 سال امروز در یک مراسم ویژه با حضور رهبران افغانستان به هند به گونه رسمی گشایش یافت. رئیس جمهور غنی ساخت بنده سلمه را در گسترش رابط کابل با دهلی نو بسیار مهم میداند و خواهان کمک های بیشتر هند در بازسازی افغانستان است. نخست وزیر هند نیز بر گسترش کمک و همکاری های کشورش در تمامی بخش ها در افغانستان تاکید می برزد و می گوید که هند دوست پایدار افغانستان خواهد بود. بند سلمه روشنی بخش خانه های تاریک و حیات به زمین های خشک. مراسم ویژه برپا شده است. کودکان هرات با دو زبان فارسی و هندی با سرود از نرندرا مودی استقبال می کنند. نخست وزیر هند هم به هرات آمده است تا بندی را که به کمک دهلی نو ساخته شده است با رئیس جمهور غنی به گونه رسمی به بهره برداری بسپارند. کمک مردم و دولت هندوستان و برافراشتن بند دوستی افغان هند در سلمه بر بلندای چشت شریف، تجدید رابطه دیرینه هرات و هند و همچنان تحکیم رابطه امروز دو کشور در سطح ملت و دولت است. دهلی نو دوسر راه بردی کابل است. از همین رو بند سلمه به نام دوستی افغان هند تغییر نام یافت. این یک گام بزرگ و مستحکم دیگر در مسیر پیشرفت افغانستان است. این یک لحظه تاریخی و فخر برای روابط افغانستان و هند است. هند یکی از بزرگترین کمک کنندگان افغانستان است. ما دو کشور برخلاف یک در که مهمترین هنرشان خراب کردن و پیام ویرانی فرستادن است، مسئولیت دشوار آباد کردن را به دوش گرفته ایم و تا به هدف مشترک امهای فقر نائل آییم و یقین قاطع داریم که جبهه آبادانی بر جبهه ویرانگری پیروز می شود. در این میان نخست وزیر هند تعهد دهلی نو را بر گسترش کمک ها و همکاری ها با کابل بار دیگر تازه می سازد. همکاری ما در همه بخش ها در افغانستان گسترش خواهد یافت. مشارکت ما باعث بهبودی تمام طبقه های جامعه افغانستان خواهد شد. افغانستان با وجود داشتن جغرافیای دشوار باید به شکل یک کشور متحد و پیشرفته زندگی کند. تقسیم بندی های مردم تنها به سود کسانی خواهد بود که از بیرون خوان غلبه و تسلط هستند. هند هم مثل افغانستان از هر صفگنی درمان نیست. در اینجا نیست رئیس جمهور غنی خواهان همکاری های مشترک با این پدیده است. زموک دی سیمه ارتیا داده زموک دی توریزم مشترک تعریف ده ورسیگو او لحق سره دی مبارزه لپاره پا گر جپک قرار ولر دا زموک دی ملتونو دی مشترک رفال پاره یوازنه لاره ده. در حالی که دیگران با آینده شما شک دارند، ما مطمئن هستیم که با همه چالش‌هایی که افغانستان دارد، هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع سرنوشتی باشد که مردم افغانستان برای خود برگزیدند. در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، با یک صدا از حق افغانستان به عنوان یک کشور با امن و موفق دفاع خواهیم کرد. بند سلمان نزدیک به 300 میلیون دلار هزینه برداشته است و 42 میگاوات برق تولید می‌کند. 250,000 خانواده را نیز نور این بند روشن خواهد ساخت و 70,000 هکتار زمین را هم سیراب.
گشایش بند سلما خوشی و هیجان را در هرات به وجود آورده است. باشندگان این ولایت پس از گشایش بند سلما هستای رهبران افغانستان و هند بر رقص و پایکوبی پرداختند و بهره برداری این بند را رویای دیرینه هراتیان می دانند. باشندگان هرات می گویند که نه تنها این بند برای هراتیان آب و برق فراهم خواهد ساخت، بل ساخت بند سلما امید برای ادامه زندگی در این ولایت بخشیده است. 40 سال انتظار به آخر رسید و رویای دیرینه هرات به حقیقت پیوست. این سد بزرگ که سنگ بنایش با دوستی پایدار ملت‌های هند و افغانستان گذاشته شده بود، به بهره برداری رسید و امیدها را برای اقتصاد برتر و زندگی بهتر برای هریوانشینان هدیه داد. پس از آن که رهبران هند و افغانستان کلید گشایش این بند را زدند، باشندگان هرات به ویژه باشندگان ولسوالی چشت هرات و حتی کارگرانی که سالها برای ساخت این بند عرق ریختند به رقص و پایکوبی پرداختند. این بسیار مهم است برای هم از لحاظ زراعت مهم است و هم از لحاظ برق و به عنوان یک پروژه زیربنایی که سالها مردم ما انتظار از او داشتند، امروز به ما آرزو خود میرسند. در همین حال وزیر پیشین انرژی و آب ساخت این بند را از سوی هندوستان نشانه از دوستی صادقانه هند و مردم این کشور در برابر افغانستان می داند. بعد از 40 سال اولین پروژه بزرگ است که در افغانستان افتتاح می شد و به ملت مسلمان افغانستان و بخصوص شهریان شهر هرات تبریکت می کنم و یقین دارم که مردم هرات و بخصوص دیهاقین صنعتگرا چون هم آب است هم برق و این پروژه نهایت اونا خوشحالند. در همین حال شماره صاحبان صنایع میگویند که بیشتر کارخانه هایی که به علت نبود برق در شرک صنعتی هرات متوقف شده بودند دوباره به تولید آغاز خواهند کرد. در آمدن برق در شرک صنعتی یا در افتتاح بند سلما اون دوستا و اون برادرها و اون تاجرهایی که آمدن ماشینری و دستگاه از کشورهای مختلف وارد کردن و اونا همه اونا مصروف کار میشن، اونا فعال میشه و برای مردم جوانای ما که متاسفانه از کشور امروز میرن برای از اونا زمینی کار مساعد میشه و اونا مصروف کار میشن. از سوی هم شمار از آگاهان بدین باورند که حکومت باید بر ساختن و بازسازی دیگر بندهای کشور به ویژه بند کجکی که نیاز جدی به بازسازی دارد تلاش کند. افغانستان ظرفیت منابع آب بسیار خوبی داره، امیدوارم که بند کجکی و بندهای دیگه هم که میتونه همین خوشی به مردم آبرمقان بیاره. امروز شما خوشی مردم در بند سلما دیدین. بند کجکی نسبت به بند سلما ظرفیت بیشتری دارد، اما به علت ناامنی ها از سالها بدین سو این بند آماده بهره برداری نشده است و ولایت های هلمند و قندهار در تاریکی به سر میبرند. بند سلما بیش از 600 میلیون متر مکعب آب ذخیره می کند و طول محل ذخیره سازی آب در آن 20 کیلومتر است. از روزی که نخستین سنگ بر بنای بند سلما از سوی نخستین رئیس جمهور افغانستان سردار داوود خان گذاشته شد تا کنون 40 سال می گذرد. هراتیان 40 سال انتظار کشیدند و نیروهای امنیتی برای ساخت این بند قربانی ها دادند. اما پس از 40 سال امروز بند سلما به بهره برداری می رسد و از سوی رهبران دو کشور گشایش می یابد. خانه های هراتیان از برق بند سلما روشن می شود و کشاورزان که سالها انتظار می کشیدند به مزرعه برمی گردند. اما جاوید زیارجاهی، طلوع نیوز، بند سلما. هند پنجمین کمک کننده بزرگ برای افغانستان بوده است و در 15 سال اخیر بیشتر از 2 میلیارد دلار در بخش‌های بازسازی به افغانستان کمک کرده است. شمار از آگاهان به شهروندان کشور با استقبال از گشایش بند سلما این پروژه را در گسترش رابط میان کابل و دهلی نو موثر میگویند. هندیان افزون بر عملی کردن صدها پروژه اقتصادی، صدها نظامی کشور را نیز آموزش دادند و برخی از تجهیزات نظامی را هم به نیروهای امنیتی کمک کردند. نخست وزیر هند امروز قهرمان کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. مردی از کشور دوست که به باور مردم در هر سفرش به افغانستان با خود خوشی را سوغات می آورد. سلام بنده و از لحاظ اقتصادی هم مردم صاحب کاروبار میشن و هم اقتصاد مردم زیربنای اقتصادی هست. در واقع من د حکومت څخه غواړم چې په نړیوالو فشار راوړي چې دغه څه پروژې په نورو ولایتونو کې هم پلی کړي. در بیش از یک دهه اخیر دهلی نو کوشیده است که کابل را در هر بخش بیشتر یاری رساند، چنان که هند اکنون به عنوان پنجمین کمک کننده بزرگ افغانستان شناخته می شود.
پروژه بسیار عامل منفعه و بسیار خوب می باشد شده میتونه که از مردم افغانستان از این کمک ها مستفید شود. ماسلین ما، افسرای ما، بریت ملای ما در کشور هندوستان میرن، اونجا آموزش میبینن و پس با کشور خود میرن و مصدر خدمت به مردم افغانستان میشوند. بر علاوه از این شما دیدین که مردم هندوستان یا حکومت هندوستان با ما 4 هلیکوپتر می-25 هم کمک کردن. در همین حال شماری از آگاهان این نزدیکی کابل و دهلی نو را خار چشمی برای برخی از کشورهای دیگر می‌دانند. چیزی که به گفته این آگاهان بارها باعث آماج قرار گرفتن نهادهای دیپلماتیک هند در افغانستان و جان باختن ده ها شهروند این کشور شده است. در قسمت محو تروریسم هندوستان امروز هم و در آینده هم نقش خدا ادا خواهد کرد، بخاطر از که هر دو کشور ما متاثر است. کمک های هند به افغانستان تنها در بیش از 10 سال اخیر به بیش از 2 میلیارد دلار می رسد. افزون بر ده ها برنامه دیگر اقتصادی و نظامی، ساخت بند سلما، ساخت جاده زرنج دلارام و ساختمان تازه شورای ملی، بزرگترین برنامه های ساختمانی هند در افغانستان بودند. بند آبگردان سلما گذشته از تولید 42 مگاوات برق 75 هزار هکتار زمین کشاورزی را در ولایت هراب آب خواهد داد. وزارت زراعت آبیاری می گوید که با بهره برداری از بند سلما کشاورزی در ولایت هرات رشد خواهد کرد. با باور شما از آگاهان، اگر حکومت برای ساخت بندهای آبگردان در کشور برنامه های بزرگ را در دست گیرد، در بسیاری از بخش های کشور اقتصاد بهبود خواهد یافت. با گشایش بند آبگردان سلما، کمبود آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی در ولایت هرات حل خواهد شد. 640 میلیون متر مکعب آب که در این بند ذخیره شده است، 42 مگاوات برق تولید می‌کند که بیش از 40 هزار خانواده از این برق بهره خواهند برد و نیز 75 هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری می‌کند. که پدی پروژه باندې اساسی کار وشي او مونږ ته هغه د ډیماند د ضرورت بنا باندې اوبه راکړل شي، چونکه مونږ د اوبو استفاده کوونکي یو. وزارت زراعت کاملا مونږ به د وزارت محترم آب و انرژي نه خپل تقاضا لرو چې مونږ د غمرز مکه لرو د خپل مطالعات په بنیاد باندې او د هغې په بنیاد باندې زمونږ توقع تقاضا بدای چې څومره ضرورت دی واقعت هماغومره اوبه مونږ ته تهیه کړي او مونږ ته برابري کړي. ترمینال شماری از آگاهان بخش کشاورزی با توجه به کمبود آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی در کشور می‌گویند که بهره برداری از بند سلما در هرات مشکل کمبود آب را برای آبیاری زمین‌های کشاورزی تا اندازه‌ای در این ولایت حل خواهد کرد. بند سلما یک بخش کوچکی که عبارت از برق باشه به او هدف رسیده و اهداف کلان دیگه باقی مانده که از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این توقع میره که در این رابطه ساکت نشینه و آبهای بند سلما را بهینه بکنه و به کشاورزان ای داده شود که کشاورزی افغانستان رشد بکنه. یک منطقه است آب نیست زمین است، دیگه منطقه است آب است زمین نیست. در یک فصل آب فراوان است، در فصل دیگه که ما به آب ضرورت داریم در اونجا آب نیست. بنابراین ذخیره کردن آب برای فصلی که در اونجا ما به آب ضرورت داریم، یعنی پیش ما حق اولیت داره. این در حالی است که به گفته وزارت زراعت و آبیاری در حال حاضر از 7.5 میلیون هکتار زمین قابل کشت، به علت کمبود آب تنها 2.5 میلیون هکتار زمین در کشور کشت می شود و متبقی 5 میلیون هکتار زمین از کشت باز مانده. ادامه خبرهای داخلی لحظات بعد تقدیمتان می شود. با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. حکومت برای مبارزه با فساد اداری از اقتدار سیاسی بسنده برخوردار نیست. احمدضیا مسعود با ابراز این مطلب میگوید که هزاران جریب زمین در کشور غصب شده است و در قراردادهای نفت فساد گسترده صورت گرفته است. در این حال لوی سارنوالی فساد اداری را در کشور خطرناکتر از هراس افغانی میداند. فساد اداری لکه که سالهاست دامن حکومت افغانستان را داغدار نمود است و به گفته رئیس جمهور به شرم ملی مبدل گردیده است. اکنون نهادهای گوناگون دولتی دست یکی کردند تا این پدیده را از میان بردارند. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که پولهای بسیار که این همه سال به کشور سرازیر شدند به گونه درست به مصرف نرسیدند.
هزارها جریب زمین غصب شده است. هیچ کس قدرت نداره که غاصبین زمین او را در میز محاکمه بکشند. قراردادهای بسیار بزرگی در مسائل در ارتباط با تیل و مافیاتای تیلی و ایگپا امضا شده، اما هیچ کس قدرتی را نداره که همین مافیای بسیار کلان تیل سر میز محاکمه بکشند. نبود هماهنگی میان پلیس لوی سارنوالی و دادگاه‌ها، نامنی‌ها، عقب ماندگی سیاسی و فرهنگی، نبود دسترسی و نظارت بر پیمان‌های کشورهای کمک کننده و نظام اداری کهنه و پیچیده بودن کار در دفترهای دولتی از چالش‌های عمده در برابر مبارزه با فساد اداری گفته می‌شوند. فساد بزرگترین دشمن مردم افغانستان است. بزرگترین خطر برای مردم افغانستان است و خطرناک‌تر از تروریسم و دشمنان مردم افغانستان. این مثل یک خنجر در نزدیک قلب ماست، در درون ماست، با ماست، در پهلوی ماست و هر روز با این سر و کار داریم. بنابراین اولویت دولت افغانستان باید مبارزه با فساد باشه و باید تعهدات را که در این رابطه انجام داده ای را به کرسی بشانه. دوسیه های وجود دارد که از سالها قبل، یعنی از سال 1380 تا کنون هم وجود دارد که سرنوشت کسانی که در اون دوسیه شامل هستند معلوم نیست. این نشست در حال برگزار می‌گردد که سرنوشت پرونده‌های بزرگ فساد اداری همچنان گنگ و ناروشن است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که دادگاه عالی تایید می‌کند که برخی از قاضیان و کارمندان دادگاه‌ها به حیث کمیشن کار از صلاحیت‌های کاریشان استفاده سوء می‌کردند. رئیس تعلیمات قضایی دادگاه عالی می‌گوید که این نهاد در چند ماه پس این 60 تن به شمول 6 قاضی را به اتهام فساد اداری بازداشت کرده است و بیشتر از 550 قاضی دیگر را از موقفهایشان تغییر و تبدیل کرده است. پس از دستور رئیس جمهور برای آوردن اصلاحات در نهادهای قضایی کشور، دادگاه عالی از بازنگری ساختار آوردن اصلاحات گسترده و مبارزه با فساد اداری در این نهاد سخن می‌زند. رئیس تعلیمات قضایی دادگاه عالی می‌گوید که متأسفانه تعدادی از قضات محررین و کارمندان اداری استر محکمه و سایر اشخاصی که از نام استر محکمه و عنوان کمیشن کار سوء استفاده می‌کردند، به تعداد 60 نفر که از جمله 6 نفر قاضی، 11 محرر و کارمندان اداری و تعداد 43 نفر سایر اشخاص هستند که دستگیر شدند و قضاهای اونها تحت رسیدگی قرار دارد. رهبری دادگاه عالی فساد اداری را در دادگاه های کشور پذیرفتنی نمی داند. اگر ما بگیم که فساد در قضا کمترین و به کمترین حد خود رسیده، این مبالغه نمی کنیم. اما نگرانی های وجود دارند که هنوز هم در دادگاه های کشور مشکلاتی وجود دارند. قضا باید تصمیم بگیره که استقلالیت خود را در گام اول حفظ بکنه و دوسیه های بسیار مهمی که برای مردم افغانستان حائز اهمیت است، از جمله قضایای غصب زمین، مسائل مربوط به فساد اداری، قضایای مردمای بزرگی که در حد مافیایی گفته میشوه، به اینا توجه لازم را مبذول بداره، در پهلوی که اصلاحات گسترده را ضرورت دارد. هرچند نگرانی های وجود دارند که در ولسوالی های ناامن دادگاه ها برای مردم بسته هستند، اما دادگاه عالی از ارائه جزئیات در این باره خودداری می کند و تاکید می ورزد که به جای ولسوالی های ناامن کشور، زمینه دسترسی مردم به دادگاه ها در مرکز این ولایت ها فراهم شده است. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را می شنوید با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. با ادامه خبرها خوش آمدید. آمریکا از منزوی شدن چین هشدار میدهد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک نشست امنیتی میگوید که اگر چین به فعالیت‌هایش در دریای چین جنوبی ادامه بدهد، خودش را منزوی خواهد یافت. بیجینگ در واکنش به این سخنان میگوید که برای گسترش رابطه چین و آمریکا لازم است که موانع از سر راه آن برداشته شوند. در نشست امنیتی سنگاپور، ایالات متحده یک بار دیگر از سیاست‌ها و فعالیت‌های چین در دریای چین جنوبی انتقاد می‌کند. وزیر دفاع ایالات متحده می‌گوید که این فعالیت‌های چین به منزوی شدن این کشور خواهند انجامید، آنچه که به گفته کارتر آمریکا خواهان آن نیست. ما از ظهور چین به عنوان یک کشور صلح‌آمیز با ثبات و پیروز استقبال می‌کنیم. چون این کشور در شبکه منظم امنیتی منطقه مسئولیت پذیر خواهد بود.
با این حال چین میگوید که واشنگتن برای گسترش رابطش با بیجینگ از کارهایی که مخالف سیاستهای چین هستند باید دست بردارد. صادقانه باید بگوییم ایالات متحده برای افزایش همکاری میان ارتشهای دو کشور باید موانع را بردارد. آمریکا باید فروش جنگ افزار را به تایوان و فرستادن جنگنده ها و کشتی های جنگی را به نزدیک آبهای ما پایان دهد و همچنان قوانین تبعیض آمیز در برابر چین را لغو کند. پیکار با هراس افغانی و برنامه های هسته‌ای کوریای شمالی از مهمترین موضوعات نشست امنیتی سنگاپور هستند. اما شرکت کنندگان این نشست بیشتر بر اختلاف های چین با شماری از کشورها درباره دریای چین جنوبی تمرکز کردند. مالزیا، برونئی، میانمار و تایوان از کشورهایی هستند که بر سر مالکیت جزیره های این دریا با چین اختلاف دارند. ادامه خبرها تا لحظات بعد. باز هم خوش آمدید. محمد علی کلی قهرمان سه دوره مجدانی سنگین وزن جهان بامداد امروز به علت بیماری تنفسی در بیمارستان در شهر فونیکس امریکا درگذشت. استاره سنگین وزن جهان از 32 سال بدین سو با این بیماری دست و پنجه نرم میکرد و سرانجام امروز به عمر 74 سالگی درگذشت. این مجدان حرفه‌ای در سال 1981 میلادی با ریکارد 56 پیروزی، 37 ضربه پنی و 5 شکست به گونه کامل است مجدانی کناره گیری کرد. محمد علی کلی در سال 1381 هجری خورشیدی باعث سفیر صلح به کابل آمد و از باشگاه مجدانی ساعت آمد در کابل نیز دیدار کرد. کلی یکی از مشهورترین مجدزنان سنگین وزن جهان است که قهرمان تمامی دوره های مجزنی شناخته می شود. در بازی های المپیک تابستانی سال 1960 در روم ایتالیا کلی مدال طلای مجزنی در رده سنگین وزن را کسب کرد و سپس آموزش های حرفه‌ای مجزنی را زیر نظر آنجلو داندی ادامه داد. نتایج دور از انتظار و خیره کننده او در مسابقات و روی خستگی ناپذیرش سبب شده بود تا لقب مجزن لوی ویل را از آن خود کند. در 29 اکتبر سال 1960 میلادی در لوی ویل محمد علی کلی در نخستین مسابقه حرفه‌ای خود در 6 مرحله توانست بر تونی اون ساکر که رئیس پلیس ویرجینای شرقی بود پیروز شود. کاسیوس کلی پیش از شهرت جهانی مسیحی بود و بعداً به اسلام مشرف شد و نام خود را به محمد علی کلی تغییر داد. در مارچ 1966 میلادی در برابر یکی از سرسخت‌ترین عریفانش که یک مجزن کانادایی بود، در یکی از نفذگیرترین مبارزات به پیروزی رسید. این مجزن پیش از این در رده حرفه‌ای خود هرگز شکست نخورده بود. در این سال بود که محمد علی کلی از حضور در ارتش امریکا برای جنگ ویتنام سر بازد و اعلام کرد که هرگز بر روی امنوعان ویتنامی خود آتش نمی گشاید. که امین مسئله مدتها سر زبانها بود و پس از آن حتی از حضور در رقابت‌های مجزنی برای 5 سال محروم شد و گواهینامه مجزنیش نیز به آلت تعلیق دارد. در سال 1970 پس از سپری کردن دوران محرومیت خود بار دیگر جواز مجزنی خود را دریافت کرد. اما به علت وقفه چند ساله در ورزش حرفه‌ای عنوان قهرمانی سال 1971 میلادی را در مبارزه سخت و نفسگیر با جوفری زر از دست داد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.